یکی از تصاویر به یاد موندنی بازی دوستانه تیم ملی با تونس یقه پاره پیراهن میلاد محمدی بود. تصویری که نشون میداد دفاع چپ تیم کیروش چقدر با تعصب بازی میکنه. اما توی این صحنه دلگرم کننده یک نگرانی بزرگ هم دیده میشد. کافی بود کمی روی تصویر این بازیکن با تعصب زوم کنیم تا بفهمیم این یقه پاره شاید دلیلی غیر از مدل بازی جنگنده میلاد داشته باشه. این پیراهنیه که کارلوس کیروش پیش از شروع بازی دوستانه با تونس به رباح ماجر سرمربی رقیب هدیه داد. کاری زیبا که البته جنس بد پیراهن و بی‌سلیقگی در چسبوندن لوگوی فدراسیون فوتبال باعث شد بازتاب خوبی در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشه. این هدیه و اون یقه پاره دوباره همه رو متوجه مشکلات بزرگ پیراهن تیم ملی ایران کرد. به چند ماه پیش برگردیم. به روزی که آدیداس به عنوان برند پیراهن تیم ملی در جام جهانی انتخاب شد. برخلاف 31 تیم دیگر جام جهانی که برای پوشیدن پیراهن برندهای برتر درآمد خوبی به جیب می‌زنن، ایران نه تنها از آدیداس پولی دریافت نمی‌کرد که حتی برای پوشیدن لباس به آدیداس پول هم می‌داد. البته افتخار فدراسیون فوتبال این بود که پیراهن‌ها رو با تخفیف 70% از آدیداس می‌خره. قرار شد به صورت قرارداد تجاری عمل بشه. در قالب این قرارداد تجاری هم 70% بر اساس قیمتی که کالای لیست آدیداس داره تخفیف قائل میشه برای ایران. حالا بحث اینه که چند تا از این برندها که حتی نامن به فدراسیون گویا داده بودن که حتی پیشنهاد پول دادن، نه تنها البسا رو مجانی در اختیار تیم قرار میدادن بلکه پول هم میدادن به فدراسیون. چند تا کمپانی خود جی بابا یکی از اونها بود، از شرق آسیا رو من دقیقاً یادم هستش. اما من باز اشاره میکنم خرداد 95 قبل از اردوی تیر ماه ارمنستان تیم ملی یک کشور فاقد لباس مناسب، اون موقع جنبندی بوده که آدیداس به عنوان بهترین برند میتونه. آره ولی من اون مقطعی که آدیداس معلوم شد که از این اسپانسر رو نمیده، خب خیلی راحت میشد یه مزایده. آقای فردوسی فود من متعجبم. ببینید شرکت آدیداس در تاریخ اردیبهشت ماه 96 اصلا میگم اردیبهشت، اصلا از شهریور امسال که معلوم شد که آقا آدیداس این کارو نمیکنه با برندهای دیگه وارد مذاکره میشه، شاید اصلا یه قراردادی که پولی هم به مملکت ما وارد میشد، این اصلا چیز غیر محتملی نبود. اصلا اتفاق افتاده توی این مدت. خب کی الان کی ما حتما این کارو کردن و حتما اطلاعاتش به موقع اگه لازم باشد اعلام خواهد شد. بعد از اینکه با تصمیم اشتباه فدراسیون فوتبال قید درآمدزایی از پیراهن تیم ملی رو زدیم، حداقل همه انتظار داشتن شاگردان کیروش تو مسابقات دوستانه پیش از جام جهانی و البته بازیگاه اصلی تو روسیه ظاهری آبرومندانه داشته باشه. اما فعلا نه پیراهن با کیفیتی دیده شده، نه حتی یک رونمایی ساده از پیراهن تیم ملی در جام جهانی. تیم ملی ایران در رونمایی از پیراهن جام جهانی هم از 31 تیم دیگر جام عقب افتاده. همه تیم‌ها تا الان طرح اول و دوم پیراهنشون تو جام جهانی رو رونمایی کردن. اما از ایران چه خبر؟ محمد رضا ساکت دبیر کل فدراسیون آبان سال گذشته وعده داده بود که پیراهن تیم ملی 10 بهمن ماه به فیفا معرفی میشه. وعده‌ای که محقق نشد. یک بار دیگه وعده دادن که در سفر یک روزه اینفانتینو به تهران پیراهن ایران در حضور رئیس فیفا رونمایی میشه. اما از اولش هم پیشبینی میشد که فدراسیون نتونه اینقدر خوشقول باشه. وعده بعدی این بود که پیراهن تا آخر ماه مارس رونمایی میشه. اما دو روز پیش ماه مارس هم تموم شد و تمام برندها طراحی‌های خودشون برای پیراهن 31 تیم دیگر رو رونمایی کردن و ایران باز هم غایبه. همه تیم‌های حاضر در جام جهانی فروش پیراهن‌های جام جهانیشون رو شروع کردن تا درآمد دیگه‌ای رو هم به جیب بزنن. اما فعلا خبری از پیراهن یوز نشان تیم ملی نیست. اینجاست که سوال پیش میاد آدیداس چه مدل قراردادی با ایران بسته؟ اصلا آدیداس در اون قرارداد متعهد شده که برای ایران پیراهن هم طراحی کنه؟ یا اینکه ایران فقط به عنوان یه مشتری عادی یک پیراهن از پیش طراحی شده رو میخره و تو جام جهانی میپوشه؟ فقط 70 روز تا جام جهانی روسیه باقی مونده و همچنان خبری از رونمایی نیست. آیا از حالا باید خودمون رو برای صحنه‌های شبیه به یقه پاره میلاد محمدی آماده کنیم؟ آیا در جام جهانی هم برای عوض شدن پیراهن پاره یکی از ملی‌پوشان باید تا وقت استراحت بین دو نیمه صبر کنیم؟ هنوزم از پیراهن
رزرو خبری نیست و با همون پیراهن پاره از اول بازی داره بازی میکنه میلاد محمدی. امیدواریم همونقدر که کیروش برای آمادگی ستاره هاش تو جام جهانی وسواس داره، مدیران فدراسیون هم برای طراحی و رونمایی از پیراهن تیم ملی جدی تر باشن. ما که تا اینجا قید درآمدزایی از پیراهن رو زدیم، اما کاش حداقل تو جام جهانی یادمون نره که این برچسب روی لوگوی فدراسیون رو بکنیم.